سلام دوستان، وقتتون بخیر. رویا هستم از کره جنوبی با آموزش چای انار و لیمو. برای درست کردن این چای خوشمزه شما احتیاج داریم به لیمو و انار و شکر. من برای درست کردن این چای میوه‌ای مقدار انار و لیمو رو برابر در نظر گرفتم. لیمو رو برش میزنیم، هستای اون رو خارج میکنیم که چایمون تلخ نشه. بعد از اینکه دانه های لیمو رو جدا کردم، لیمو رو به تیکه های نازک خرد کردم. حالا بریم سراغ انار. انار رو برش میزنیم و اون رو دون میکنیم. برای درست کردن این چایی شما میتونید مثلا مقدار انارتون رو بیشتر در نظر بگیرید. این چای انار و لیمو یکی از نوشیدنی های خوشمزه است که از هزاران سال پیش در طب سنتی خیلی از قوم ها مثل چین، هند، روم بوده و استفاده می کردن و خوبی که داره میتونیم به مدت طولانی ماها در یخچال ازش نگهداری کنین. من یک مقدار خیلی کم از انارم رو با گوشکوب کوبیدم و به بقیه موادم اضافه کردم. این کار باعث میشه که چای میوه‌مون خوش رنگ‌تر بشه و یه مقدار از خاصیت دانه انارم به محتوامون اضافه بشه. اناری رو که جداگانه کوبیدم به بقیه موادم اضافه میکنم و قشنگ اونا رو با هم دیگه مخلوط میکنم. در این مرحله به ازای هر پیمانه از میکس انار و لیمو یک پیمانه شکر می‌ریزم. یعنی باید مقدار شکر و مقدار مخلوطی که داریم با هم دیگه برابر باشه. من از 3 عدد انار، 3 عدد لیمو ترش و 4 پیمانه شکر برای درست کردن چای میوه‌ایم استفاده کردم. وقتی که شکر رو اضافه کردیم، مواد رو با هم دیگه خوب مخلوط می‌کنیم و در ظرف رو می‌بندیم. به مدت 24 ساعت خارج از یخچال اونو نگه می‌داریم. این چای میوه خوشمزه رو می‌تونید در زمستون یک قاشق از این رو با یه استکان آب جوش نوش جان کنید و هم می‌تونید در تابستون از اون به عنوان یک شربت خنک همراه با یخ سرو کنید. این نوشیدنی سرشار از ویتامین K هستش که برای استخون‌ها مفیده، همچنین برای قلب، پیشگیری از عفونت، پیشگیری از آلزایمر و سرطان و همینطور ناراحتی‌های کلی و مثانه پیشنهاد میشه. حدود 24 ساعت از درست کردن موادمون گذشته و نتیجه رو می‌بینید. بعد از این مواد رو داخل یک شیشه می‌ریزم، اون رو به داخل یخچال انتقال میدم و بعد از یک ماه چای میوه ما آماده است و میتونید نوش جان کنید. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. از همراهیتون سپاسگزارم.